This is IRTV, the Iranian television program. با سلام و درود به شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی ما. امیدوارم که همگی خوب و خوش و شادمان باشید. جمعه این هفته 15 ماه مارچ سالگرد و آغاز 33 سال فعالیت IRTV تلویزیون ایرانیان در خارج از کشور است و جا دارد که به این مناسبت از همه شما همراهان و دوستداران IRTV و هموطنان عزیزی که در طی 32 سال گذشته همواره با ما و همراه ما بوده اید سپاسگزاری کنیم. و اما از آن مهمتر اینکه در آستانه نوروز هستیم و بیش از 3 روز به آغاز سال نو باقی نمانده و همونطوری که میدونید ساعت سال تحویل ساعت 4:01:56 بامداد روز چهارشنبه 20 ماه مارچ خواهد بود. پیشا پیش نوروز و سال جدید خورشیدی رو از سوی خودم و همه همکارانم شاد باش و تهنیت میگم و امیدوارم که همگی بتوانیم با دلی پر از امید و شادی به استقبال نوروز برویم و سال نوی 1392 رو در کنار همه عزیزان و دوستانمان به خوبی آغاز کنیم. آغاز در باد زمزمه است، زمانی که از برگ‌ها می‌گذرد. ساغر رازی دارد که دریافت خاک و باران است. جوانه ها سر می‌زنند، برف ها نمی‌مانند، زمین گرم شده و بهار می رود که آغاز شود. با ما و همراه ما باشید. تلویزیون ایرانیان گزارش می دهد به دنبال تعقیب و گریز هواپیماهای ایرانی و آمریکایی، نیویورک تایمز آسمان خلیج فارس را فضای نظامی خواند. جمهوری اسلامی تصمیم گرفت علیه هالیوود به خاطر فیلم آرگو شکایت کند. احمد شهید گفت با تلاش‌های او چند نفر از محکومان به اعدام در ایران از مرگ نجات یافتند. احمدی نژاد به این دلیل که در ونزوئلا مادر چاوز را در آغوش گرفت سخت مورد انتقاد روحانیون واقع شد. پرزیدنت اوباما تأکید کرد که همه گزینه‌ها برای بازداشتن ایران از ساختن سلاح هسته‌ای روی میز است. جنتی از آیت الله‌های محافظه‌کار خواستار برگزاری انتخابات آزاد شد. مجموعه مهمترین خبرهای یک هفته اخیر ایران همراه با تصاویر اختصاصی و تفسیر سیاسی دکتر نوریزاده از سرویس خبری تلویزیون ایرانیان. شاید جان اون بیسکی بیار تو سنگ. من عاشق دیوانم، از خویشتن بیگانم، او شمع تماشای اخبار تلویزیون ایرانیان IRTV نشستید. خانم و آقایان، با عرض سلام و تبریک به مناسبت فرارسیدن نوروز باستانی توجه شما را به مجموعه مهمترین رویدادهای یک هفته اخیر ایران جلب می‌کنم. هفته گذشته یک جت جنگنده ایران در آسمان خلیج فارس یک پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را مورد تعقیب قرار داد، اما به دنبال اختیار 2 هواپیمای اسکورت ایالات متحده از این کار دست کشید.
مقامات پنتاگون گفتند که در ماه نوامبر نیز هواپیماهای جنگنده ایران به سوی یک پهپاد دیگر آمریکایی بر فراز خلیج فارس آتش گشودند ولی نتوانستند آن را سرنگون سازند. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده میگویند که هر دوی این هواپیماها در فضای بین المللی پرواز میکردند. روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به این دو رویداد نوشت فضای خلیج فارس نظامی شده است. جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است که علیه هالیوود به خاطر تهیه فیلم آرگو شکایت کند. هفته گذشته رسانه‌های دولتی ایران به نقل از مقامات گزارش دادند که هالیوود با تهیه چنین فیلمی تعمدن خواسته است ترس از ایران را در سراسر جهان بپراکند. یادآور می‌شویم فیلم آرگو که درباره اشغال سفارت آمریکا در تهران در اوایل انقلاب و فرار چند گروگان آمریکایی تهیه شده، ماه گذشته جایزه اسکار بهترین فیلم سال را دریافت کرد. جمهوری اسلامی برای اقامه دعوا علیه این فیلم یک حقوقدان زن فرانسوی را که سالها پیش از تروریست زاده ونزوئلا به نام کارلوس شغال دفاع کرده بود به استخدام درآورده است. او ایزابل کوتان پیر نام دارد که به همین منظور به تهران رفته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از مثبت بودن نسبی تلاش‌هایی سخن گفت. احمد شهید که چند روز پیش گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه کرده بود، در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اظهار داشت که در نتیجه تلاش‌های او چند تن از کسانی که در ایران به اعدام محکوم شده بودند از مرگ نجات یافتند. احمد شهید همچنین ابراز عقیده نمود که تحریم‌های وضع شده علیه ایران می‌تواند بر وضعیت حقوق بشر در این کشور تأثیر مخرب بگذارد. و اما محمد جواد لاریجانی که نمایندگی هیئت ایرانی در جلسه شورای حقوق بشر را بر عهده داشت، ضمن رد گزارش احمد شهید گفت که گزارشگر ویژه آن را زیر نفوذ آمریکا و متحدانش تهیه کرده است. جلسه دو ساعته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برای بررسی پرونده حقوق بشر در ایران. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد احمد شهید سومین گزارش خود درباره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را خواند. آقای شهید ابتدا به پیشرفت‌های ایران در بعضی از حوزه‌های حقوق بشر اشاره کرد، از جمله بهداشت و تحصیل زنان و همچنین تلاش برای برابری دیه زنان و مردان. اما بخش اصلی گزارش او به نقض حقوق بشر در ایران اختصاص داشت. این محورها: بیش از 150 نفر زندانی سیاسی، مذهبی و قومی، ادامه بازداشت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران مخالف دولت، ادامه شکنجه در زندان‌ها از جمله آزار جنسی، ادامه حدود 500 نفر در یک سال گذشته و نادیده گرفتن حقوق همجنسگرایان در ایران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. محمد جواد لاریجانی سرپرستی هیئت جمهوری اسلامی ایران را در جلسه یه روز دوشنبه بر عهده داشت. او به شدت گزارش احمد شهید را رد کرد و ادعا کرد این گزارش غیرمنصفانه تحت تأثیر نفوذ آمریکا و متحدانش تنظیم شده است. همچنین ادعا کرد گزارش احمد شهید با حمایت و کمک تروریست‌ها نوشته شده است. احمد شهید هنوز اجازه حضور در ایران را نیافته و به همین دلیل با ناراضیان و منتقدان حکومت ایران برای بررسی نقض حقوق بشر در این کشور گفتگو کرده است. محمد جواد لاریجانی همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران حاضر به همکاری با سازمان ملل در زمینه حقوق بشر است. روز دوشنبه احمد شهید فاش کرد فعالانی که با او در تهیه نقض حقوق بشر در ایران همکاری کردند از سوی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفتند. محمد جواد لاریجانی بار دیگر وکلای زندانی در ایران را تروریست نامید و سعی کرد روند رسیدگی به پرونده‌هایی مثل مرگ ستار بهشتی را عادی جلوه دهد. ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس، آبان ماه گذشته در بازداشتگاه پلیس ایران کشته شد. با اینکه مسئولان قضایی ایران به شکنجه او اعتراف کردند، اما عوامل مرگ او هنوز محاکمه نشدند. در جلسه روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، نمایندگان کشورهای سوئد، نروژ و آمریکا به موارد دیگری از نقض حقوق بشر در ایران اشاره کردند. قرار است روز سه‌شنبه اعضای شورای حقوق بشر درباره ادامه کار یا جایگزینی فرد دیگری به جای احمد شهید تصمیم بگیرند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خبر داده 17 سازمان حقوق بشری خواستار ادامه ماموریت احمد شهید شدند.
تلویزیون NBC در وبسایت خود فاش کرد که جمهوری اسلامی در گذشته خواستار معاوضه رهبران سازمان مجاهدین خلق با اعضای مخفی شده القاعده در ایران شده بود. در این گزارش آمده است که در نیمه های سال 2002 سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA از حضور شماری از رهبران القاعده در ایران آگاه شد و برای تحویل گرفتن آنان با جمهوری اسلامی محرمانه به گفتگو پرداخت. دو تن از مقامات وقت ایالات متحده به این شبکه خبری گفتند که چون ایران در این گفتگوها خواستار آن شد که در قبال در اختیار نهادن اعضای القاعده رهبران مجاهدین خلق را تحویل بگیرد، مذاکرات در نطفه خفه شد. هفته یه گذشته محمود احمدی نژاد سخت مورد سرزنش و انتقاد روحانیون ارشد جمهوری اسلامی قرار گرفت. علت امران است که رئیس جمهور اسلامی در سفر اخیرش به ونزوئلا جهت ادای احترام به هوگو چاوز رئیس جمهور درگذشته آن کشور، مادر او را به هنگام تسلیت گویی در آغوش گرفت. یکی از این روحانیون به نام محمد تقی رهبر تأکید کرد که تماس با نامحرم چه به صورت دست دادن باشد و چه گونه روی گونه، حتی اگر با یک زن مسن باشد، ممنوع است. آیت الله محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه پا را از این هم فراتر نهاد و گفت که احمدی نژاد دلغک بازی درآورده و شئون ملت و مقام خیشتن را حفظ نکرده است. روحانیون همچنین از اینکه احمدی نژاد در نامه‌ای به رهبر موقت ونزوئلا چاوز را همچون شهیدی خوانده که با عیسی مسیح به زمین باز خواهد گشت خشمگین هستند. آیا نظام جمهوری اسلامی برای کنار گذاردن احمدی نژاد دست به توطئه زده است؟ قاسم روانبخش، روحانی نزدیک به مصباح یزدی و آیت الله خامنه‌ای، خبر از نقشه‌های نظام جمهوری اسلامی برای مهار احمدی نژاد داده است. پیشبینی کرده که اگر شورای نگهبان صلاحیت رحیم مشایی را برای انتخابات رد کند، احمدی نژاد استعفا می‌دهد. با افزایش اختلاف رهبر و رئیس جمهوری ایران، حامیان آیت الله خامنه ای مایل به ادامه حضور نزدیکان احمدی نژاد در انتخابات آینده نیستند، مخصوصا اسفندیار رحیم مشایی. شورای نگهبان نزدیک به رهبر میتواند نامزد نزدیک به احمدی نژاد را رد صلاحیت کند. کردن یه نفر انسان بیاد دیگران رو، مجلس رو، قوه قضاییه رو آدم متهم کنه، این درست نیست. بنده فعلا نصیحت میکنه. با وجود اختلاف بین سران نظام، اما هر بار آیت الله خامنه ای از حامیان خود میخواهد احمدی نژاد را در فرصت باقی مانده تحمل کنند، یعنی فقط 5 ماه دیگر. به رغم توصیه‌های پیاپی خامنه‌ای، انتقادات صریح احمدی نژاد و فرارسیدن انتخابات خرداد 92 بر نگرانی حامیان رهبر افزوده است. اگر رحیم مشایی رد صلاحیت شود، آیا احمدی نژاد استعفا می‌دهد؟ برخی گمان می‌کنند او استعفا می‌دهد یا انتخابات را برگزار نمی‌کند به خاطر این سخنانش. اگر نهادها و دستگاه‌هایی هم دخالت کنند در مسائل قانونی، یعنی فراقانونی عمل کنن، اون هم اعتباری نداره. میگویند وقتی احمدی نژاد برای رد صلاحیت یکی از نزدیکانش در انتخابات کوچک نظام پزشکی چنین اعتراض میکند، حتما به رد صلاحیت رحیم مشایی واکنش جدیدتری نشان میدهد. آنطور که قاسم روانبخش میگوید، رهبر برای سناریوهای احتمالی آماده است. به گفته این روحانی نزدیک به خامنه ای، اگر احمدی نژاد استعفا دهد، معاون اول او جانشینش میشود. البته نگفته اگر محمد رضا رحیمی هم استعفا دهد چه خواهد شد. با این حال روانبخش به خبرگزاری مهر گفته دولتی ها قدرت برهم ریختن اوضاع را ندارند و اگر هم چنین کنند، آیت الله خامنه ای از جایگاه رهبری خود استفاده می کند. از مدتی پیش منابع غیر رسمی اعلام کردند که نهادهایی چون سپاه و ستاد ائمه جمعه که هر دو زیر نظر آیت الله خامنه ای هستند، نشست هایی با امامان جمعه و افراد صاحب نفوذ در شهرهای کوچک برگزار کردند تا آنها را برای برکناری ناگهانی احمدی نژاد آماده کنند. با وجود این گمان زنی ها، رفتار احمدی نژاد قابل پیش بینی نیست. هیچ کس دیگه تو این کشور ایراد نداره، فقط دولته.
پرزیدنت اوباما یک بار دیگر از لزوم متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران سخن گفت. رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه گذشته در فاصله چند روز مانده به سفرش به اسرائیل به تلویزیون شبکه 2 آن کشور گفت طبق برآورده ما بیش از یک سال طول می‌کشد تا ایران توانایی ساخت جنگ افزار هسته‌ای را به دست آورد. او با این حال تکرار کرد که در صورت شکست دیپلماسی برای بازداشتن ایران از این توانایی همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود. قرار است که اوباما برای نخستین بار چهارشنبه آینده به اسرائیل سفر کند. سفر او 3 روز به طول خواهد انجامید. یکی از روحانیون تندرو و محافظه‌کار جمهوری اسلامی خواستار برگزاری انتخابات آزاد شد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان 2 روز پیش در مراسم نماز جمعه دانشگاه گفت که انتخابات خرداد آینده باید تبدیل به یک الگو شود و لازم است که با شرکت گسترده مردم انجام شود. او همچنین اظهار داشت که تخریب اشخاص در انتخابات خلاف شرع و قانون و اخلاق است و هر کس بخواهد ایجاد اختلاف کند به کشور خیانت کرده است. اشاره می‌کنیم که ماه گذشته علی خامنه‌ای افشاگری محمود احمدی نژاد علیه برادران لاریجانی را خلاف شرع و قانون و اخلاق خوانده بود. گفتنی است که خامنه‌ای 3 ماه پیش هم اصرار داشته بود دائما نگویید انتخابات باید آزاد باشد. کمبود داروی بیهوشی در ایران به قدری حاد شده که به قول مقامات عالی دانشگاه علوم پزشکی اتاقهای عمل ممکن است تعطیل شوند. در همین راستا رئیس داروخانه های دانشکده داروسازی این دانشگاه به خبرگزاری ایلنا گفت با حاد شدن کمبود داروهای بیهوشی باید آرام آرام شروع به دعا کنیم، زیرا با ضربه چکش نمیتوان بیماران را برای انجام جراحی بیهوش کرد. و باز در همین زمینه رئیس انجمن بیهوشی ایران اظهار داشت دلیل اصلی کمبود داروهای بیهوشی نه تحریم است و نه کمبود عرض، بلکه مشکل اصلی در عدم مدیریت است، زیرا وزارت بهداشت ثبت و سفارش داروهای بیهوشی را به عقب انداخته است. در خاورمیانه جنگ تازه‌ای آغاز شده که هیچ ارتباطی با دیکتاتورهای ستمگر و تروریسم ندارد. این جنگ در ایران و علیه موشهای بزرگی در جریان است که در 26 ناحیه تهران شمارشان از حد فزون است. محمد هادی حیدرزاده از مقامات حفظ محیط زیست هفته گذشته به CNN گفت این موشها از نوع نروژی هستند که از موشهای بومی ایران بسیار بزرگتر و تعرض آمیزترند. حیدرزاده تعداد موشها را 25 میلیون برآورد کرده و گفته است عده‌ای تک تیرانداز بسیج شدند تا شبها با استفاده از دوربین مادون قرمز به سویشان تیراندازی کنند. با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان، هفته بسیار پرمشغله ای را پشت سر گذاشتم. درست کردن یک تلویزیون، آنم تلویزیونی که قرار است تلویزیون 24 ساعته باشد، کار مشکلی است. با این همه اینجا IRTV خانه من است، بنابراین بعد از 30 سال خانه‌ام را ترک نمی کنم. خانه دیگری هم داشتم که در آن چاه شقاد برایم درست شد. مهم نیست، در این سالها عادت کردم که بروتوس ها خنجر را از پشت در شانه ام فرو کنه. با این همه 30 سال است هر یک شنبه با شما دیدار داشتم و همچنان با شما دیدار خواهم داشت. ایران فردا فرزند من است. تلویزیون ایرانیان برادرم. در هفته گذشته به خیلی مشتاقان ریاست جمهوری آدمهای تازه‌ای هم اضافه شدن. ظاهرا معلوم شد سید علی آقا نایب امام زمان نمیتواند با خالق خود شیخ علی اکبر بهرمانی کنار بیاید.
آقای بهرمانی ظاهرا خواب خیال این را میدید که در آخر عمر یک بار دیگر بر کرسی ریاست تکیه زنند. اما حسن روحانی را به میدان فرستادند که هم مورد عنایت ولی فقیه است، هم با شیخ علی اکبر رابطه نزدیکی دارد. آن سو مثلث آقایان ولایتی حداد عادل و محمد باقر قالیباف دچار اختلاف شد. خیلی طبیعی است قالیباف را آوردن که رقاص میدان باشد، آنها پای بکوبند و او برقصد، مشتری جلب کند و در پایان بگویند بسیار خوب، شما کنار برو به مقام معاون اولی رضایت بده. از این دو نوکر آقا میخواهد یکیشان را به صحنه بیاورد. مشکل آقا نه با اصلاح طلبان است که بی رمق دست و پا میزنند و دست آخر آقای عارف را به صحنه میآورند که تعداد آرایش از انگشتان دست تجاوز نخواهد کرد. مشکل آقا با تحفه آرادان است، همان که آقا با بزرگترین تقلب تاریخ و بدنامی ابدی برای خود او را بر کرسی ریاست نشاند، حالا اما میخواهند او را بکوبند. آقای احمدی‌نژاد پروژه مدویدوف و پوتین را میخواست به صحنه بیاورد، حالا که ما نمیتوانیم رحیم جان را میآوریم، رحیم اسفندیار، رحیم مشایی را. مشایی انتخاب میشود، 4 سال بعد خودمان میاییم. چگونه مشایی را به زمین بزنم؟ طرح ایرانیش را که میگوید مورد تایید شماست، مردم این طرح را تایید میکنند. هر چیزی که نام ایران داشته باشد، به تاریخ ایران اشاره کند، به سرفرازی ملت ایران، طبیعتا مورد تایید شما واقع می شود. آقای رحیم مشایی هم زرنگتر از آن است که بخواهد با سجاد و مهر به صحنه انتخابات وارد شود. بنابراین چه کرد؟ از فرهنگ ایرانی گفت، ایران بزرگ. نشان فرهنگ را هم آقای احمدی نژاد علی رغم میل ولی فقیه به او داد. اما برای او چه نقشه ای ریختن؟ این را گفتم، آقای احمدیان سلطان پتروشیمی ایران را گرفتند، آدمی که نوکر وزارت اطلاعات بود و به فرمان وزارت اطلاعات همراه با یه آدمی که اسم کوچکش فرهاد است و در دبی مأمور دو جانبه، با هم دیگر آقای رحیم مشایی را نیز به صحنه آوردند، همان زمان که آقای احمدی نژاد به دبی رفته بود. حالا او را گرفتند، قرار است بعد از عید او را به صحنه بیاورند، یک شو امنیتی کامل پر زد و خورد، و بعد از آن آقای رحیم مشایی را بگیرند که بیت المال را غارت کرده است. انگار تازه دیروز فهمیدند غارت بیت المال از آغاز، از همان فردای انقلاب ادامه داشت، و مگر برادر صادق محصولی نبود که 700 تومان در جیب داشت، حالا 700 میلیارد. اینها خوب میدانند، اما یادمان باشد آقای احمدی نژاد نیز پرونده های را از وزارت اطلاعات بیرون آورده است. کی این پرونده ها رو خواهد شد؟ منتظر باشید. بعد از عید صحنه زد و خورد خواهد بود. بعد از عید اینها از هم نخواهند گذشت، گریبان هم را میگیرند و به قول معروف زهر طرف که شود کشته نفع ایران است. تا هفته آینده همه شما را به پروردگار بزرگ می سپارم. در آینه یلو پیج ملی به خود و پیشه خود مفهوم ملی بدهید. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی. 50 50 100، ایریا کد 818.
اخبار محلی توجه فرمایید. سه‌شنبه پس فردا با غروب خورشید طلایه‌داران کاروان نوروزی از گرد سفر یک ساله خود فرا می‌رسند. این شب همانا شب چهارشنبه سوری است که از چند هزار سال پیش به این سو ایرانیان با پریدن از روی شعله‌های آتش و دست‌افشانی و پاکوبی مقدم بهار و سال نو را گرامی می‌دارند. و ما لحظه تحویل سال 9392 خورشیدی چهارشنبه 30 اسفند ساعت 4:01:56 بامداد به وقت غرب آمریکاست. تلویزیون ایرانیان فرارسیدن سال نو را به هممیهنان عزیز شاد باش میگوید. کانون سخن دوشنبه فردا آخرین برنامه سخنرانی خود در سال جاری خورشیدی را در زمان و مکان همیشگی برگزار می کند. در این برنامه دکتر امیر فصیحی زیر عنوان میراث خشونت، میثاق خشونت پرهیزی و نافرمانی مدنی در جشن‌های ملی سخنرانی می کند. این برنامه در ساعت 7 بعد از ظهر در کالورادو سنتر در سانتا مونیکا ترتیب می یابد. در این هفته کتاب تلاش 100 ساله که مجموعه مصاحبه‌های تلویزیونی ده‌ها صاحب نظر ایرانی را در بر می‌گیرد منتشر شد. این کتاب شامل یک نظرسنجی ارزنده است که هر پژوهشگر تاریخ معاصر ایران ناگزیر به مراجعه به آن است. این کتاب که به کوشش علی لیمونادی تهیه گردیده، کتابی است که هر ایرانی علاقمند به سرنوشت میهن خود باید آن را بخواند و به آن بیندیشد. توضیح کننده کتاب و انتشارات پارس در لس‌آنجلس است و محل فروش آن کتاب فروشی های معتبر ایرانی در وست‌وود، کتاب و انتشارات پارس، کلبه کتاب و کتاب سرا می باشد. کتاب 530 صفحه‌ای تلاش 100 ساله را از طریق amazon.com نیز می توانید تهیه نمایید. تحت عنوان 100 years of struggle towards democracy in Iran. رهاورد مجله‌ای که هر 3 ماه یک بار به سردبیری شعله شمس شهباز و نویسندگانی صاحب نام عرضه می شود 102 شماره خود را انتشار داد. این شماره از رهاورد که خود را فصلنامه آزاداندیشان ایران می خواند و ویژه بهار است، حاوی مقالاتی تحقیقی در زمینه‌های فرهنگی، تاریخی و ادبی است و در آن چند مصاحبه خواندنی نیز به چاپ رسیده است. عاشقانه ماهنامه‌ای که به همت احمد آدم و همکارانش در هیوستن تگزاس تهیه می‌شود 335 شماره خود را انتشار داد. این شماره از عاشقانه که روی جلد خود را به سفره هفت سین و نوروز اختصاص داده در 92 صفحه تدارک دیده شده و در آن مقالاتی خواندنی در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، ادبی و تاریخی چاپ گردیده است. به چند خبر هنری توجه فرمایید. بنیاد فرهنگ امروز 5 جشن نوروزی خود را در موزه هنرهای معاصر کانتی لس‌آنجلس لاکما برگزار می‌کند. این جشن که تا ساعت 7 بعد از ظهر ادامه دارد و ورود به آن برای همگان رایگان می‌باشد، شامل هنرمندانی با لباس‌های زرهی امپراتوری ایران باستان، موسیقی و رقص ایرانی، قصه‌خوانی، نمایشنامه‌ای درباره نوروز، کنسرت موسیقی پاپ و غیره خواهد بود. بنیاد کودک امروز 12 بازارچه خیریه نوروزی خود را که تا ساعت 6 بعد از ظهر ادامه می‌یابد در ایرواین برگزار کرده است. هدف از این برنامه که هر سال ترتیب می‌یابد کمک به کودکان با استعداد و نیازمند می‌باشد. این بازارچه شامل گستردن سفره هفت سین، رقص حاجی فیروز، رقص نونهالان و سرگرمی‌های کودکان و نیز ارائه هدایای نوروزی و خوردن آجیل و شیرینی و غذا است. محل برگزاری بازارچه هتل هیلتون ایرواین در نشانی 18800 خیابان مکارتور است. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC و محک 5 بازار نوروزی خود را که به نفع کودکان مبتلا به این بیماری است امروز برگزار کرده است. در این بازار که تا ساعت 6 بعد از ظهر ادامه خواهد یافت، وسایل سفره هفت سین و انواع شیرینی‌های
عید و غیره عرضه می شود و برنامه حاجی فیروز، رقص ایرانی و برنامه های سرگرم کننده برای کودکان اجرا می گردد. محل برپایی بازار نوروزی هتل مریات ایرواین در نشانی 18000 خیابان ون کارمن در ایرواین است. و اما سازمان ایرانیان آمریکایی نیز از دیروز اقدام به برگزاری یک بازار نوروزی کرده که امروز هم تا ساعت 5 بعد از ظهر دایر خواهد بود. در این بازار نیز وسایل هفت سین، ترشی و مربای خانگی و غذاهای ایرانی همراه با رقص حاجی فیروز و برنامه‌های دیگر عرضه می‌شود. محل برپایی این بازار نوروزی ریچ کرست اینترمیدیت سکول در نشانی 28915 خیابان نورت بی رود در شهر رانچو پالاس وردس است. سه شنبه همین هفته 19 مارس در خانه فرهنگ و هنر ایران جشنی به مناسبت شب چهارشنبه سوری برگزار می‌گردد. در این جشن که از ساعت 6 تا 10 بعد از ظهر ترتیب می‌یابد، مراسم پریدن از روی آتش برگزار می‌شود، غرفه‌های متنوع غذا دایر می‌باشد و این جشن با حضور اردوان و تمتن مفید اجرا خواهد شد. نشانی خانه فرهنگ و هنر 2215 خیابان ساتیکوی در شهر کانوگا پارک است. بنیاد ایمان اعلام کرد که شامگاه جمعه 29 مارس برابر با 9 فروردین جشن بزرگی به مناسبت فرارسیدن بهار و نوروز 92 برگزار خواهد کرد. در این برنامه که از ساعت 7 بعد از ظهر آغاز می شود و با پذیرایی کامل شام و برنامه های نوروزی همراه است، پویا خواننده معروف آواز خواهد خواند. ایمان در خیابان موتور قرار دارد. دو هفته دیگر در روز یکشنبه 31 ماه مارس برابر با 11 فروردین پیکنیک سنتی 13 به در کنار دریاچه بلبا برگزار خواهد شد. این برنامه را تلویزیون تایم تی وی تدارک دیده و در آن چند هنرمند محبوب و گروه موسیقی امیر بدخش به اجرای برنامه خواهد پرداخت. زمان برگزاری پیکنیک 13 به در این محل از ساعت 10 بامداد تا 6 بعد از ظهر خواهد بود. تلفن برای گرفتن غرفه و خرید بلیت 818-407-7770 است. در اینجا اخبار این هفته به پایان رسید. جهت اطلاعات می توانید با مرکز اطلاعات 5500 پیش شماره 818 تماس بگیرید یا به سایت iranianlocal.com مراجعه نمایید. به ادامه برنامه امروز توجه فرمایید.